هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم مخصوصاً روز جمعهش پر بود از بازی‌های تریپل ای که خوب یا بد تو یک روز منتشر شدن. وجود اسمایی مثل فارکرای نیودان، جان فورس با حضور شخصیت‌های محبوب مجله شونین جامپ، مترو اگزوداس با اون جهان پس آخر زمانی زیباش و در نهایت بازی اکشن ماجراجوی کرکدان 3 که همشون روز 26 بهمن منتشر شدن کاری کرد که هفته پیش رو چندان شاهد عرضه بازی‌های بزرگی نباشیم. اول از همه بازی آراگامی شادو ادیشن رو داریم که بالاخره بعد از 3 سال یه بار دیگه قراره این بار برای نینتندو سویچ منتشر بشه. آراگامی یه بازی مخفی‌کاری و اکشن ماجراجوییه که داستان سایه‌ای به نام آراگامی رو روایت می‌کنه. جایی که اون توسط دختری به نام یامیکو احضار میشه، باید با ارتقای مهارتاش در سکوت کامل و به دور از دید نگهبانا برای نجات دختر جوان تلاش کنه. وجود درخت مهارت‌ها از یه طرف و ویژگی‌های مخفی‌کاری پرجزئیات بازی از طرف دیگه، آراگامی شادو ادیشن رو به یه اثر سرگرم کننده تبدیل کرده. این بازی رو دوم اسفند میتونین روی نینتندو سویچ تجربه کنین. اما دومین بازی این هفته یه سگانه از مجموعه ایس اترنیه که قراره با اسم فینیکس رایت ایس اترنی تریلوژی منتشر بشه. سری بازی‌های ایس اترنی آثاری در سبک رمان تصویری یا ویژوال ناول هستن که بازیکن‌ها را تو نقش یه وکیل برای دفاع از موکل‌ها وارد ماجراجویی می‌کنن. سگانه فینیکس رایت ایس اترنی اولین بار سال 2014 برای نینتندو 3DS منتشر شد و حالا بعد از 5 سال علاقه‌مندا میتونن این اثر رو دوم اسفند روی نینتندو سویچ، پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس وان تجربه کنن. ولی سومین و مهمترین بازی اولین هفته اسفند انتم محصول جدید بایوور و الکترونیک آرتس. انتم یه بازی اکشن نقش‌آفرینیه که بازیکن‌ها رو در نقش یه فریلنسر برای کشف سیاره‌های کشف نشده به ماجراجویی می‌فرسته. هر کدوم از فریلنسرها یه لباس مخصوص دارن که میتونن اونو ارتقا بدن و از امکاناتی مثل پرواز کردن بهره ببرن. البته لباس فریلنسرها امکان ارتقا هم داره و باید با توجه به نیازتون لباستونو ارتقا بدین. یکی از خصوصیات انتم بدون شک ویژگی چند نفره اونه که به گفته بایوور به بازیکنها اجازه میده تا به همراه دوستاشون یا با یاری هوش مصنوعی برای گشت و گذار و کشف دنیای بازی همراه بشن. نکته مهم در رابطه با انتم اینه که برای تجربه این بازی باید به صورت دائم به اینترنت دسترسی داشته باشین و از طرفی هم روز عرضه حالت پی وی پی یا همون بازیکن در مقابل بازیکن تو دسترس نیست. البته هنوز وجود این حالت تو انتم تایید نشده. انتم رو میتونین سوم اسفند روی پلی استیشن 4، ایکس باکس 1 و پی سی تجربه کنین.